بابا نام یاد خدا، ما یه مقدار از این پروژهمون موند. اگر حالا بچه ها فیلماش رو دیده باشن که همه مواردش رو اومدیم ساختیم و اونا فقط یه قسمت جستجوش مونده. خب بیایم بریم تو فرانتش. اول پروژه رو خیلی اومدیم کامل همه چیز رو بررسی کردیم. ما هم فیلماش هم هست توی، اگر تو خود الکوت بیاید، حالا دوستانی که یادشون هستش، حالا من تقریبا تو هر سال 4 یا 5 دلار لاراول دارم، ولی خب قرار هستش که به زودی یه فروشگاه داشته باشیم، یه فروشگاه خیلی بزرگ انشاءالله اگه خدا بخواد، و اون رو هم حتما اینجا قرارش میدم. حالا دورها که زیادن که حالا اجازه میدم ما فیلماشون رو بذاریم. یکی از اون دورها همین دوره بود که ما اینجا گذاشتیم و توی الکوئنت اگه دقت بکنید تا 103 اومد و اکسسی فایل ها، آپدیت دوره فایل ها در پروژه لاراول از این کارا بود که اومدیم انجام دادیم و این قسمتش فقط مونده. اینم چیز خاصی نداره، اینو شما باید از گت استفاده بکنید و دیتا رو حالا این وسط این رو در واقع بفرستینش به سمت حالا یه صفحه ای دوست دارید، صفحه درست کنم، صفحه نمیخوام درست کنم دیگه، خودتون صفحه درست کردن رو بلدید، میفرستمش تو این متدی، فقط دیتا هاشو میکشم بیرون، ما هم میام سرچ میکنیم ببینیم چی دستوری که نیاز داره برای اینکه شما بنویسینش توی اصطلاحا ور چی هستش، با هم دیگه سرچش میکنیم و قرارش میدیم و در نهایت هم دپلویش میکنیم. یعنی دو تا سه تا فیلم بیشتر، چون همه کار رو فیلماش رو من کردم و اینجا هم قرار دادم، موارد رو اینجا تک تک اومدیم ما هم دیگه قرار دادیم، دیتابیسش هم نگاه بکنید کامل توش قرار گرفته، مثلا نیوز و ایاشون باشه، مثلا تو همین تایتل و مایتل و همه کاری که بعد انجام میدادیم انجام دادیم دیگه، همه کاملا مشخص. فقط دپلوی کردنش میمونه که دپلویش بکنیم ببینید به چه صورت دپلوی میشه روی هاست و تموم میشه. بیایم اینجا، من خب باید بیرون یک صفحه ای حالا بیام حالت گیت رو قرار بدم، روت های وب، و اینجا هم که روت بک اند حالا مدیریت، و انشالله دوره بزرگتر که شده شالا اینجا میبینید ما روت اصطلاحا میدل ور مربوط به یوزر خواهیم داشت، چه میدونم ادمین خواهیم داشت و و و خیلی چیزا میتونه بشه، خیلی میتونه بزرگ بشه این، حالا انشالله باشه به دورش. حتما من سعی میکنم لاراول رو مواردش رو با یه پروژه فروشگاهی خیلی خوبی که حالا قرار هستش برگزار بشه همه رو انجام بدیم و شما ببینیدش. خب بریم اینجا و من تو قسمت ریسورس و تو قسمت ویو تو قسمت فرانت و تو قسمت فرانتمون یه گزینه احتمالا داشتیم اینا پارشال، من خیلی وقت نیومدم سراغ این پروژه بکنم، یک ماه خورده 2 ماهی هست و کانتکت که نه، یه سرچ من اینجا داشته باشه، یه فوتر، آره خب من فوترش رو میزنم و دقیقا ایناش. خب میگه به یه اکشنی بره، خب شما میاد اینجا لطف میکنید و گت میخواد بشه، دیت میخواد برگرده، پست نمیخواد وقت بکنه، حواستون باشه ما اینجا میخوایم گت کنیم و اینجا مثلا فرض کنیم می‌نویسم سرچ و حالا میریم متدش هم میسازیم، میگم نیمش هم بدیم بهش سرچ تمام و متدش هم بیاییم اینجا. من اینجا تو ایندکس کنترل واقعا یادم نمیاد چیکار میکردم، ایندکس کنترلر و کلاسش و هم متدش رو هم باید مشخص کنیم. خب متدش بریم یه دقیقه من ببینم ایندکس کنترلر چه خبره، امان از چیزی که بیاد فاصله بیافته بینش. خب توی ایندکس کنترلر ما شو نیوز داشتیم، ایندکس داریم، کامنت داریم، من سرچ می‌نویسم دیگه، حالا پابلیک فانکشن شما همینجا سرچ که اینجا هستش رو قرار میدید و همین سرچ چیه اینجا، فرض کنم یه اکو میکنم گزینه H1 و هلو ورد، همین اصلا چیز خاصی هم نداره، هلو ورد اینجا قرار بده تمام شد برم. خب میام اینجا و اسمش هم باشه سرچ، خودش هم ورد و نمیدونم هم که سرچه توی فوتر. خب شما اینجا باز میکنید و روت گزینه سرچ رو بهش میدی و تمام و گت و تمام، میام اینجا یه رفرش میکنید و میام این پایین یه چی میزنی، حالا مثلا کارآموز وب میزنی، خب این کارآموز وب اومد و اینجا هم اوکیه.
خب شما باید دیتا دارید میفرستید دیگه، یه چیز خیلی مشخصیه. یعنی اینجا شما دارید یه دیتایی رو میفرستید، حالا فرض کنم من دیتا شما هست، شما بذارم همون سرچ و سرچ بذاریم یا بذاریم کیوردز، حالا هرچی که شما دوست، من بذارم کیوردز و میام اینجا تمام این کیوردز رو میزنم و حالا اینجا کیوردز رو قرار میدم، چیز خیلی سختی هم نیست واقعا. لاراول و حالا خصوصا جنگو اینا خیلی ساده هن، هر جفتشون خیلی ساده که نه انصافا پی اچ پی با لاراول یه مقدار دنگ و فنگ داره، حالا جنگو اینا نه. شما اینجا میزنید یه رفرش میکنید و یه ناتفان میده و بسیار عالی برمیگردید عقب و من چیکار کردم؟ خب داره میگه سرچ این کیوردز که دارید میذارید راست میگه دیگه. من اینجا یه گزینه رو که دارم میدم گت دارم میفرستم. خب من اصلا رو این که اصلا گت نفرستم. خب بذاریم یه ذره حواسم رو جمع کنم، بیایم اینجا بیاد بالا. ما رو اینجا داریم یه نیم میفرستیم. حالا من تمام اتفاقات خوب داره برش میفته، میاد اینجا میگه وب استورم، حالا مقداری که وجود داره تو سرچ نیمش از سرچ و خب شما دارید اولا از فرم استفاده میکنید دیگه. حالا من میام اینجا و هم میگم ریکوست و دالر ریکوست. خب من نمیدونم چرا این کار کردم، حواسم نبوده. ریکوست و اسمش هم بود فکر کنم سرچ F5 بزنید و وب استورم رو اوورد. نمیشم سرچ بود دیگه، آره نمیشم سرچ دادم، ببخش من فرم بود، یه مقدار حواسم نبودش که اینجا اصلا شما پارامتر روی من فکر کنم روی لینک دارم میفرستم، اصلا یه کار اشتباه کردم. خب میاید اینجا بر روی این در واقع آدرس سرچ که گذاشتینش، یه متد سرچ هم که داره به ایندکس کنترلر نمیش هم که دادی سرچ ایست خیلی مشخصی، اینجا هم دارید از طریق سرچ میفرستید، اینجا هم گرفتی. خب چیکارش کنم؟ هیچی، میاید اینجا برمیگردم میگم ریترن کن برای من نمیخوام صفحه برگردونم، خودتون دیگه صفحه برگردون، اینجا دیگه اینقدر مدل مختلف صفحه برگردونم خودتون بلدین، کافیه تو اینترنت بزنید how to command مثلا like for Laravel، برای Laravel ببینید چی برمیگرد. خود Laravel من دنبال دوست خوبمون how to درست کنیم، اول how to command like for مثلا یه ذره همچین بهترش کنیم، یه دکومنت شاید بهتر بشه. خب بیایم اینجا، خب استک اوورفلو هست، بیایم این پایین ببینیم چی گذاشته دستورش، همون رو میخوام استفاده کنم. دقیقا میخوام یه لایک رو بذارم داخلش دیگه، اینا یه درصد باز یه درصد بسته که حالا خودتون دیگه میدونید درصد باز رو هم میخوام. مثلا من اولا رو چی سرچ کنم؟ اولا یه چیز رو اینا مشخص بکنم. فرض کنید ما میخوایم فقط مثلا چی نداریم الا نیوز، فرض کن من میخوام رو نیوز مثلا سرچ کنم. خب طبق این چیزی که اینجا وجود داره دارم برمیگردم میگم که where جایی که حالا مثلا این مقدار گرفته میشه بیاد و بره. خب اسم الکوانت، اسم مدلمون چی بوده اصلا؟ خب من همین اول در بیارم چه خبره. مدل نیوز داریم، آره برمیگردیم میگیم که نیوز، یا بزنیم یه متغیر درست بکنیم، بنویسیم کوئری نیوز، میگه بله، میگم ور جایی که شما، خب جایی که شما بریم ببینیم این توی این قسمت نیوز چی ها رو چیاش بزنیم، رو تایتلش بزنیم، روی سامریش بزنیم، دوتا رو بی غیر از این نمیتونیم بزنیم. میام اینجا برمیگردم میگم که شما بیا روی بزنیم اینا رو درست کنم، همینجور تستی نمیشتم نمیستم اول شماره یک
اینم خبر شماره دو. خبر شماره سه. خب ست خبر برمیگرده میگیم که اینجا شما بیا ور کن روی طبق این چیزی که در واقع اینجا داره میگه، مثلا برداریم بزنیم روی کی، روی در واقع گزینه تایتل و من تایتل داشتم. خب دقیقا چیزی که اینجا باز وجود داره، داره میگه که این ورودی رو بهش بدیم. خب تایتل و ساملیش رو جفتش لایک استفاده کنم دیگه، برمیگردم میگم لایک، این رو دستورات رو گفتم و اینجا برگردیم بگیم که داره ریکوست اسمش بود سرچ، خب اور ور، بذار من این رو سمی کنم اینشو بذارم یه نظر هست اینجا و اور ور، اینم مثلا بگیم یا دیگه تایتل نداشتیم دیگه، چی داشتیم؟ سامری هم داریم، سامری اینم لایک و اینم برگردیم بگیم دالر ریکوست سرچ. خب یه ایرادی داره اول، من گتش رو هم بدم و در نهایت ریترن کنیم دالر کوئری. خب یه ایرادی داره اینی که ما نیومدیم کانکرد کنیم با این درصد ها در واقع مقادیر، این خودش در واقع میاد اگه بگیم دو تا درصد و بینش بیاد این قرار بگیره، یعنی اینکه بیا و بین این مقادیر سرچ بکن. خب من یعنی باید بیام اینجا برای این اولی یه کانکت یه درصد و اینجا هم یه کانکت یه درصد قرار بدم، اینم کانکت یه درصد و کانکت یه درصد فرش بدم. خب ببینیم چی برمیگردونه. خب طبیعتا الان بزنیم و ببینیم چی برمیگردونه. مثلا ورز کنیم به بسیار پیچ، یعنی یه آرای خالی. حالا اگه بگیم که خبر شماره یک، حالا خبر شماره یک رو زدیم، ببینید دیتا مربوط به خبر شماره یک رو برمیگرده. یا خبر شماره دو رو بزنیم، بیاید اینجا بزنیم خبر مربوط به شماره دو رو برای ما. خب این یه فاصله بهش بدیم، ببینید در واقع داره میاد قرارش میده. میتونید در واقع حالا بیاییم اینجا کار دیگه هم بکنیم، حالا کار نداریم. این نحوه سرچش، میخواستم سرچش رو بنویسم بریم تو فیلم بعدی دپلویش کنیم.